سلام بینندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که مستقیمان از تلویزیون تاجیکستان منظور شما میگردد. در استودیو با شما مرجانه شریفوه. امروز اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با مقصد افتتاح یک قطار انشاءات اجتماعی صنعتی و ملاقات با ساکنان به ناحیه تیمورملک ولایت ختلان تشریف آوردند. رهبریت و مردم مهمان‌نواز ناحیه سروری دولت محترم امام علی رحمان را با صمیمیت خاصه استقبال گرفتند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نخست در ناحیه تیمورملک بنای مؤسسه تعلیمی کالج طبی دانشگاه دولتی طبی ختلان در دهات کنگورت را مورد بهره‌برداری قرار دادند. بنای کالج طبی در اساس دستور سپرشوی بواسطه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دایره تجلیل جشن بزرگ ملی سی سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد و به استفاده داده شد. انشاءات مذکور با شکل و طرح جالب بنیاد شده از سه آشیانه عبارت میباشد. مؤسسه امکان فراگیری 250 نفر دانشجو را دارد. کالج مذکور دارای 36 سیمخانه تعلیمی و لابراتوری، 5 کافدرا، 14 سیمخانه، 6 آزمایشگاه، کتابخانه برای 30 جای، آشخانه برای 60 جای و اینچنین تالاری مجلسی برای 240 جای نشست میباشد. اطلاع داده شد که مساحت عمومی حدود کالج طبی دانشگاه دولتی طبی ختلان در دهات کنگورت 10000 متر مربع بوده، مساحت زیر ساختمان 1125 متر مربع را تشکیل می‌دهد. کشاده شوی بنای نوی مؤسسه تعلیمی کالج طبی باعث فرهمندی خرد و کلانی ناحیه گردید. تطبیق تشبوسی مذکور نشانه واضح غمخوری همیشگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان نسبت به علم آموزی جوانان و از خودکنی دانشجوی معاصر معنی داد گردید. امروز اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در دهات کنگورت ناحیه تیمورملک همچنین بعد از تعمیر و از نوسازی باغچه کودکانه بانو را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات مذکور با افتخار جشن سی سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در دایره دستور و هدایت های معارف پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان بابت بلند برداشتن سطح دانش آموزی و معرفت نوکی نسل نوراست مورد تجدید قرار گرفته با استفاده داده شد. تعمیر و از نوسازی کودکستان بانو در دهات کنگورت از طرف صاحبکار اکبر اسدالله صورت گرفته. برای تجدید و مجهزگردانی مؤسسه تا مکتبی زیاده از 3.5 میلیون سومان صرف گردیده است. مورد ذکر است که کودکستان در دهات کنگورت هنوز از سال 1985 ساخته شده، در دوام سالهای فعالیتش باری هم تعمیر جدی نشده بود و بنا در حالت صدموی قرار داشت. اکنون در دایره هدایت های سازنده پیشوای ملت کودکان این جماعت هم صاحب باغچه زیبا شدند. باغچه کودکانه بانو از دو آشیانه عبارت بوده، در آن امکانیت فراگیری تا 200 کودک با تعلیم و تربیه موجود می باشد. برای تربیه اطفال 5 مربی جلب شده است. دوام کارهای ساختمانی همه حجره های بنا از تعمیر اساسی برآورده شده، با رخت های نو زمانوی، میز و جیوان، بازیچه ها برای کودکان و آشخانه با تمام لوازمات و دیگر اشیای ضروری تامین کرده شده است. امروز اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در ادامه سفری کاری در دهه کنگورت ناحیه تیمورملک کارخانه استحصالی پایافزول کنگورت را مورد استفاده قرار دادند. کارخانه مذکور در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی صنعتی کنونی با سرعت کشور از جانب جمعیت دارای مسئولیت محدود چرم بنیاد گردیده است. در آشیانه یکم بنا کارگاه دوزندگی فعالیت میکند که با 3 ماشین درزدوزی و دیگر دستگاه و تجهیزات برای دوخت سر و لباس زمانه و مردانه و لباس های حربی پیشبینی گردیده است. با پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع داده شد که با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارگاه دوزندگی 40 نفر زنان و جوان دختران محلی با جای کاری دائمی و معاش خوب تامین شدند. در آشیانه دومی انشاءات استحصال پای افزول براه مانده شده است. در کارگاه اساسا پای افزول چرمی که در بازارهای داخلی و خارجی طلبات با آن زیاد است استحصال میگردد. وابسته به طلبات کارمندان کارگاه پایافزول را برای نورستان و کلانسالان و نظامیان نیز پیشنهاد میکنند. اقتدار استحصالی کارگاه در یک روز از 300 تا 500 عدد پایافزول میباشد. رهبریت کارخانه نقشه دارند که در آینده استحصالات را در این سمت افزون نمایند. ضمن شناسایی با فعالیت کارخانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با محصولات کارگاه های آن توجه مخصوص ظاهر کرده، تبابت افزون نمودن حجم استحصالات و با این واسطه سهمگذاری در عملی گردیدن هدف 4 ملی صنعت کنونی با سرعت مملکت به محصولین دستور سپرشوی مشخص دادند.
امروز اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات کنگورت ناحیه تیمورملک کارخانه استحصال میبل را مورد بهره برداری قرار داد. این شورا جهت عملی نمودن هدف 4 استراتژی مملکت صنایع کنونی با سرعت کشور تامین نمودن استواری اقتصادیات تشکیل جای های نوکاری و بلند برداشتن اقتدار صادراتی مملکت با سهمی صاحبکار محلی فریدون مخاکف ساخته شده است. مساحت عمومی انشاءات نابنیاد 6000 متر مربع را تشکیل نموده، بنای اساسی در مساحت 1000 متر مربع بنیاد گردیده است. انشاءات مذکور با در نظر داشت طلبات معاصر و صنعت بلند معماری بنیاد شده با دستگاه و تجهیزات معاصر مجهز گردیده است. محصولات استحصال نموده کارخانه دارای صفت بلند بوده، در بازارهای داخلی و خارجی طلبات به آن زیاد است. سمت اساسی فعالیت کارگاه نورو استحصال میز و کرسی برای مؤسسه های تو مکتبی، تعلیمی، آشخانه، مهمانخانه و دیگر کارخانه ها تشکیل می دهد. کارگاه استحصال میبل از تالار استحصالات، حجره های کاری، آشخانه، مرکز خدمت رسانی، نقطه فروش میبل، اشیای روزگار، مغازه خوراکواری و دارخانه عبارت می باشد. اسنای شناسای با سروری دولت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که با مقصد تطبیق هدف های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت با شغل دائمی تامین نمودن ساکنان محلی پس از مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه استحصال میبل 3 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی تامین گردید. بنیاد بناهای بسیار آشانه استخوماتی که در اشتیانه اولی آنها مرکزهای خدمت رسانی موجودند در مکمل سازی انفراستراکتور دهات و تامین کارگران با منزل زیست مساعدت می نماید. با این مقصد امروز در دهات کنگورت ناحیه تیمورملک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بنای استخوماتی 8 اشتیانه با جایگیرکنی بخش مرکز تشخیصی و تبابتی مدد اکبر را افتتاح نمودند. گزارش همکاران ما. 21 اکتبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دیات کنگورت ناحیه تیمورملک بنای استقامتی 8 آشیانه با جایگیرکنی بخش مرکزی تشخیصی و تبابتی مدد اکبر را مورد بهره برداری قرار دادند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان نخست با امکانات های بخش مرکزی تشخیصی و تبابتی مدد اکبر که در تاخونه و آشیانه اول بنای نو جای داده شده است شناس گردیدند. ذکر شد که در مرکز نو برای تشخیص و تبابت نفران نیازمند امکانات موثر و زمانوی فراهم آورده شده است. از جمله تاخونه مدد اکبر دارای تشخیصگاه با اوژههای اولتراسادویی، آزمایشگاه با لوازمات کاری بوده، همچنین بخش یاری رسانی با اوژههای توانبخشی ورزشی و مهسترمانی تامین گردیده است. مرکز تشخیصی و تبابتی مدد اکبر همزمان دارای اوژههای با قیدگیری بوده، در آن برای تشخیص و تبابت چشم، گوش، گلو و بینی، دندان، دل و عصب شرایط ضروری فراهم آورده شده است. مرکز دارای اوژههای جراحی بوده، امکانیت است که عملیات های جراحی تعجیلی در همینجا گزارانده شود. همچنین در مرکز اوژههای علایده برای مشورت با نیازمندان و خدنه کودکان ساخته شده است. در اینجا برای به تبابت فرا گرفتن بیماران 12 کتی خواب تشکیل کرده شده است. حجره‌های تبابتی و تشخیصی مدد اکبر با تجهیزات موثر طبی از قبیل دستگاه‌های نفستی سنئی، کاردیومانیتور، دستگاه‌های تشخیص اولتراسادویی، اکسیژنراتورها تامین بوده، امکانیت است که ساکنان نویه مینبد در همینجا تشخیص و تبابت گیرند. در مرکز همچنین تبابت با اصول گیودرمانی نیز راه اندازی گردیده است. مرکز همچنین دارای داروخانه و مغازه میباشد. مورد بهره برداری قرار گرفتن انشاءات مذکور خدمت رسانی موثر طبی را برای ساکنان نویه دسترس نموده، مینبد تبابت و تشخیص نفران بیمار با صرفای مبلغ و وقت در همین جا گزارانده می شود. زمینی بازدید اطلاع دادند که در انشاءات نو 45 نفر اساساً ساکنان محلی صاحب جای کار دائمی گردیدند. نفرانی که از منطقه های نسبتاً دورتر به کار می آیند در آشیانه بالای بنای مذکور با منزل استقامتی خدمت تامین می شوند. همچنین کارمندان کارخانه دوزندگی مهری مادر نیز در بنای 8 آشیانه با منزل تامین گردیده باقی مانده خانه ها با فروش به اهالی پیشنهاد کرده می شود. ابراز گردید که در مجموع بنای استقامتی دارای 42 حجره بوده، در آن برای استقامت کنندگان شرایط ضروری فراهم آورده شده است. انشاءات دارای اجراهای 1، 2 و 3 خانگی بوده، همچنین با لیف و دیگر انشاءات یاری رسان تامین می باشد. باید قید کرد که سنگ اساس بنای استقامتی 8 آشیانه سال 2015 ضمن سفر کاری از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان گذاشته شده بود و در این دوره آن با صفت بلندبنیاد گردید. انشاءات در دایره دستور سپارش های رهبری دولت محترم امامعلی رحمان از جانب صاحبکار وطنی انور قربانوف بنیاد گردیده است. گرد و اطراف بنا با درختان سایه افکن و آرایش و گلهای موسمی را یافته راهروهای آن سفالک پوش کرده شده است. خصوصا شامگاهان بنای 8 آشیانه زیبایی خاصه داشته با چراغک‌های رنگا و زیبا زینت یافته است. افتتاح این شد با حسن مرکز دیهات کنگورت زیبایی دیگر را ضمن نمود.
مرکز دارای تجهیزات خیلی نادر امروزه سوهایتی می باشد به مانند تشخیص اولتراسدایی، دستگاه الکتروکاردیوگرافی، دستگاه الکتروانسفالوگرافی، دستگاه های آزمایشی لابراتوری، همچنین دستگاه رنگینی و در برابر این مقصد با مقصد آن و افتیدا داده شده است که با مردم جماعت کنگورد و منطقه های بگیم گرد و اطراف همین جماعت کمک های مسلحتی تخصیصی رساند. برای افتتاح مرکز مذکور مینداری خودم را به پیشوای ملت بیان میکنم. زمینی بازدید سرور دولت محترم امام‌علی رحمان با صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده، چون این اقدام های بنیاد کرونای صاحب کرونی محلی را شایسته تحسین ارزیابی نمودند. امروز از اوگزاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مرکز دیهاتی کنگورد مرکز تبابت دندان را مورد بهره‌برداری قرار داد. ضمن بازدید اطلاع داده شد که انشاءات مذکور با در نظر داشت طلبات زیادی اهالی به تبابت دندان در دایره نقشه چورابین‌ها بخشیده به سی‌سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده در آن شرایط ضروری فراهم آورده شده است. مرکز تبابت دندان دارای شرایط معاصر خدمت‌رسانی بوده، در آن طبیبان صاحب ملکه به کار جلب گردیدند. برای خدمت رسانی به نیازمندان در انشاءات دستگاه های معاصر طبی وصل و نصب گردیده است و در یک وقت در دو حجره کاری به نیازمندان خدمت رسانیده می شود. در مرکز تشخیص اولتراسدایی دندان، گرفتن قاله برای آماده سازی دندان و معاینه ریشه و وضع دندان راه اندازی شده است. همچنین منبت کندن دندان، شنونیدن دندان نو، تازه‌کنی و تبابت بیماری های گوناگون وابسته به دندان در همه جا عملی کرده می شود. ضمن بازدید ابراز گردید که در مرکز نوی تبابت دندان 5 نفر به جای کار گردیدم. در آشنای دویومی این شود برای طبیبان منزل استقامتی با تمام شرایط فراهم آورده شده است. مرکز در پیروی از خدمات های سازنده رهبریت عالی مملکت از جانب صاحب کار محلی منوچهر شریفوف ساخته شده است. نمای بیرونه بنا با اصول معاصر معماری بنیاد گردیده، گرد و اطراف آن مطابق با طلبات زمان سبزکاری کرده شده است و حدود این شود را درختان آرایشی و سایه افکن زینت می‌دهند. اسنای بازدید سرور دولت محترم امام علی رحمان با کارمندان مرکز دستور دادند که با ساکنان نوحی و دیگر نیازمندان با صفت بلند و با نظرداشت قاعده های سانیتاری خدمت رسانیده امکانات فراهم آورده شده را ثمرناک استفاده نمایند. در دوره تدبیرهای آبادانی و تطبیق سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در ناحیه تیمورملک انفراستراکتور استراحت و فراغت ساکنان مکمل کرده می شود. امروز در دوره سفری کوری به ناحیه تیمورملک اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در مرکز دهات کنگورد همچنین به کارهای ساختمانی ورزشگاه و میدان پرچم دولتی آغاز بخشیدند. گزارش همکاران ما. 21 اکتبر اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در دوره سفر کاری به ناحیه تیمورملک در مرکز دهاتی کنگورد همچنین به کارهای ساختمانی ورزشگاه و میدان پرچم دولتی آغاز بخشیدند. ضمن معرفی لایحه ساختمانی ورزشگاه به سرور دولت اطلاع داده شد که انشاءات مذکور با در نظر داشت طلبات امروزه بنیاد گردیده برای 5000 جای نشست پیش بینی شده است. ورزشگاه در میدان نزدیک 13000 متر مربع دامن گسترده از جانب دیرکسیای ساختمان انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بنیاد خواهد شد. انشاءات از دو منبر غربی و شرقی عبارت می باشد. همچنین ورزشگاه از حجره های مربی، نظارتچی، جای لباس عوض‌کنی، نظارت دوپینگی، نقطه طبی، تکنیکی و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت بوده، موافق نقشه در مهلت کوتاه بنیاد خواهد شد. اسنای شناسایی لایحه انشاءات پیشوای معظم ملت به ساختمانچیان دستور دادند که به روند کارهای بنیادی دقت جدی داده از مساله ساختمان نو اعلی استفاده نمایند تا اینکه ورزشگاه سالهای دراز به مردم خدمت رساند. هنگام معرفی میدان پرچم دولتی که از جانب مقامات اجرایی کمیته دولتی ناحیه تیمورملک بنیاد می‌گردد، به پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان اطلاع داده شد که این انشاءات با رعایت طلبات معاصر معماری ساخته شده در رفت کارهای بنیادی ساختمانچیان محلی جلب خواهند شد. پرچم دولتی در مساحت عمومی 401 زمین ساخته شده، بلندیش با این نوبتی ستونپایه 40 متر را تشکیل می‌دهد. اندازه متای پرچم باشد 14 به 7 متر است. سرور دولت محترم امام‌علی رحمان بنیاد پرچم دولتی را در مرکز دهات کنگورد نشانه ارج‌گذاری به ارزش‌های ملی خوانده، قامت افروختن آن را در تربیت نسل نورس و جوان در روحیه وطن‌دوستی و میهن‌پرستی مهم مانیدند نمودند.
اطلاع داده شد که در میدان پرچم دولتی همچنین دو فواره بنیاد گردیده اطراف آن چراغان و با نشستگاه ها مجهز گردانیده خواهد شد. با اطلاع مسئولین بنیاد پرچم دولتی در مرکز دهات کنگورت جهت تطبیق عملی سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی راه اندازی شده آن در مهلت کوتاه و با صفت بلند ساخته خواهد شد. سنگ اساسی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات کنگورت با هدایت پیشوی معظم ملت جناب ولی محترم عمر رحمان گذاشته شد. پرچم هول چورگاه مساحت دارد که با همه لایحه زمانوی تعریزی شده است. در اینجا میدانجه‌های برای استراحت شهروندان و فواره ها چراغان کنونی بنقشه گرفته شده است. فرمایشگر انشاءات مقام اجرایی حکومت دولتی نایب تیمورملک بوده، انشاءات از طرف ساختمانچی محلی ساخته به استفاده داده می شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با ساختمانچیان برای رو کامیابی خونده و مسئولین جهت با صفت بلند بنیاد نمودن این انشاءات مهم دستور و هدایت ها دادند. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به ناحیه تیمورملک در دیهه کنگورت دهات کنگورت بنای خوشتر و زمانوی کاخ فرهنگ را مورد استفاده قرار دادند. بنای معاصر کاخ فرهنگ در اساس دستور و راهنمایی های سرور دولت محترم امامعلی رحمان با استقبال جشن بزرگ ملی سی سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و در دایره صلح و رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی با اقدام صاحبکار وطنی رجب علی پیرف با جی 14 میلیون و 800 هزار سومانی ساخته شده است. بنای کاخ فرهنگ در مرکز دهات کنگورت ناحیه تیمورملک از دو آشانه عبارت بوده، در آن مؤثرترین شرایط کار و فعالیت برای اهل فرهنگ و برگزاری دیگر چورابینی‌های فرهنگی فراغتی فراهم می‌باشد. تالار کینو و کنسرتی بینا با دستگاه های نمونه بهترین نمایش تجهیزات تقویت صدا و رفشندهی زمانوی مجهز گردیده برای در سطح بلند پیشنهاد نمودن چورابینی های فرهنگی محفل و جمامت و مشق و تمرین اهل هنر مساعد است. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان زین شناسایی با شرایط معاصر کار و فعالیت اهل فرهنگ در بنا به صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده با صاحبکار وطنی جهت دستگیری از سیاست موفق فرهنگی حکومت مملکت اظهار سپاس و مینداری نمودند. در آشیانه دویوم بنای کاخ فرهنگ دو حجره کاری و یک تالار با 50 جای نشست برای فعالیت تشکیلات ابتدایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و کتابخانه تأسیس داده شده است. کتابخانه زمانوی در کاخ فرهنگ که با مقصد رشد ساحه کتابداری و جلب ساکنان به مطالعه کتاب تشکیل گردیده است، دارای بیش از 10000 نسخه ادبیات گوناگون ساحوی و بدیعی میباشد. در کتابخانه همچنین گوشه اثرهای پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تأسیس یافته است که در سمت تربیه نورسان و جوانان در روحیه وطن دوستی و خیشنشناسی مساعدت زیاد میکند. با مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نوی فرهنگی 15 نفر با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با کارمندان کاخ نوبنیاد فرهنگ صحبت صمیمی انجام داده برای فعالیت بهتر و خوبتر و پیشنهاد برنامه‌های فرهنگی با سطح و مضمون نو و دیدی تازه به آنها سی اسباب گوناگون موسیقی تحفه نمودند. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار خاتمه می‌یابد. خیر، سلامت باشید.